به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. شب شما بخیر، شب یلدایی شما بخیر. دوستان من، عزیزان گل من، امیدوارم شبی مملو از عشق و محبت داشته باشین. همه شما بزرگواران، کسایی که الان در لایو من هستین، و خدا رو هزار مرتبه شکر این ایام این توفیق نصیب من و همکارانم هم شد که بتونیم با سریال بچه محل خدمت شما باشیم. امشب میخوام کمی بیشتر با شما حرف بزنم. اگه اسمی نمیخونم یا کم میخونم، فقط میخوام بگم که جواد خواجوی عزیز، خیلی خوش آمدی، دوست دارم. خدمت شما عرض کنم که احمد حیدری، متشکرم. بچه محل امشب آخرین قسمتش بود که تقدیم حضور شما شد. یک سریالی بود که قالبش کودک و خانواده بود و سعی داشت که لحظات شادی رو برای شما فراهم کنه. ما با همه کمبودها و با همه موانع، یا به عبارتی همه خستگی ها و استرس ها و استراب ها، سعی کردیم که به نوعی کنار هم جمع بشیم و لحظات شادی رو برای شما فراهم کنیم. لحظاتی که شما دغدغه کمتری داشته باشید نسبت به مسائل روز و حالا گرفتاری هایی که در پیش رو هست یا با اون داریم دست پنجه نرم می کنیم، حداقل ساعاتی رو از این گرفتاری ها دور باشین، برنامه رو نگاه کنید، بخندین، شاد باشین و این شادی ها به نوعی به همه انتقال پیدا کنه، به همه اعضای خانواده، چه کوچک چه بزرگ. خیلی دوستتون دارم. امروز صحنه هایی رو در بچه محل پخش کرد که من خیلی منقلب شدم. صحنه آخر که من گریزی میزنم به گذشته و هر آنچه اتفاق افتاد در بچه محل، حضور هنرمندان گل که تک به تک چند سکانس، چند پلان از اونها تصویر نشون داده شد و دیدین توی مونتاژ، حضور آقای اکبر عبدی، آقای حمید لولایی، آقای رضا شفیعی‌جم، دوستان دیگر که آمدن در برنامه ما، آقای بهرانی، آقای غفارمنش، همه دوستان خوب، خانم آشا مهرابی، همه کسی که افتخار دادن و آمدن. ببینید، هر رفتن یک آمدن داره. من در طول سالهایی که در تلویزیون اجرای برنامه داشتم و ایفای نقش کردم، همیشه سعی داشتم همراه تیمم و به عبارت همراه همکارانم به گونه عمل بکنیم که هیچ وقت تکراری نشیم و سعی کردیم که یه جوری برای شما خاطره ساز باشیم، یعنی یه جوری بتونیم تو ذهن شما نقش ببندیم. و الحمدلله رب العالمین، بله، مرحوم عارف لرستانی هم بودن. الحمدلله رب العالمین، در طول این سالها همین اتفاق افتاد و من خوشحالم که نویسنده برنامه، کارگردان، تهیه کننده، بازیگران یک به یک، دست به دست هم دادن و تونستن که این مجموعه بسیار زیبا رو رقم بزنن و من هم به عنوان یک شاگرد در این مجموعه ایفای نقش بکنم. عمو پورنگ، چه باشه چه نباشه، مخلص شماست. من همتون رو دوست دارم. فراموش نکنید، آخر من این مطلب بگم، بعضی ها فکر میکنن که فقط برنامه بزرگسال یا سریال بزرگسال رو باید ما مد نظر داشته باشیم. ضمن احترام به سازندگان تولیدات سریال بزرگسال، ما در زمینه کودک واقعا سعی کردیم که بگیم کودک هم میتونه موفق باشه، حرفی برای گفتن داره و میتونه خانواده ها رو پای تلویزیون بنشونه، چه بزرگ چه کوچک. من مادرم لحظات آخر فیلم خیلی نگران و خیلی ناراحت شد. حقیقت من یه تصویری هم ازش گرفتم، داشت نگاه میکرد با حسرت به پلانها و سکانسهای آخر، مخصوصا سکانس خداحافظی از اون محله به همراه خانواده که میرفتیم، و خیلی منقلب شده بود. ولی اینو به شما بگم که 5 قسمت بچه محل یا محله گل و بلبل توان زیادی و انرژی زیادی از ما گرفت، پتانسیل زیادی از ما گرفت. نویسنده واقعا تک نفره همه این به عبارت اتفاقات رو در ذهن خودش پرورون نوشت و کارگردان به شکل بسیار زیبایی اون رو به تصویر در آورد. بچه های بازیگر، تدوین، مونتاژ، بچه های انیمیشن، برای بچه خوب پشت صحنه، تدارکات، همه زحمت کشیدن، همه و همه عاشقانه کار کردن. سلام مرداد کرمزاده، دوستت دارم، قربونت برم. و در این شب یلدا فقط میخواستم به شما بگم که همه افتخار من و همه خوشحالی من این هست که ما تونستیم برای شما روزهایی رو رقم بزنیم یا عصرهایی رو رقم بزنیم که شما عاشقانه بی صبرانه منتظر شروع برنامه‌ای باشید که شما رو شاد کنه، نه گریه بندازه. تو اوضاع کنونی که همه چی نابسامان هست متاسفانه و همه یه جورایی درد در سینه داریم، یه جورایی بالاخره با گرفتاری ها داریم دست پنجه نرم می کنیم، چه از نظر اقتصادی، اجتماعی، وضعیت کرونا،
کسانی که در بیمارستان بستری بودن، کسانی که با این مریضی دارن دست و پنجه نرم میکنن. فقط همینه میخوام به شما بگم، به خدا همه قصد ما همین بود که بتونیم دل شما رو شاد کنیم. همه کسانی که تو لایو من هستین دستتون رو میبوسم، و کسانی که لطف کردید و آمدید و نظر دارید میدید، محمد رضا عزیز، شیرین ریاهی، ابوالفضل عزیز، خیلی مخلصم، یلداتون به خیر و سلامتی باشه. انشالله که دور هم جمع نشده باشین ولی از طریق تلفن با هم در ارتباط بشین. دکتر خانسالی عزیز، خیلی دوستتون دارم، درود بر شما، ارادتمندیم. کبرا قلی‌زاده، متشکرم. فاطمه اصغری، درود بر شما، خیلی مخلصم. فرزاد مقصود، متشکرم، چاکر شما هستیم. اگر کوتاهی شد، اگر در ساخت این مجموعه ما کوتاهی کردیم، ببخشید. اگر خوب اجرا شد، به پای زحمات همکاران خوب من در بحث فیلمسازی، سریالسازی، کارگردان خوب ما احمد علیپور، نویسنده خوب ما محمد علیپور، بازیگران تک به تک نادر سلیمانی عزیز، حامد آهنگی، خانم نعیمه نظام‌دوست، خانم آشا مهرابی، خانم بنوش بختیاری در سری قبل، خانم سارا خوئینیا، خانم حدیث فولادوند، همه کسایی که بودن، همه خانم ها، همه آقایون، ایمان صفا، آقای فرهاد بشارتی، امیر سهیلی گل من، امیر محمد ناز من، ابراهیم شفیعی بسیار عزیز من، برای بچه ها آرش میرحمدی گل که من خیلی دوستش دارم، و همه برای بچه های خوبی که آمدن و در این مجموعه با ما همکاری کردن، استاد خوبم آقای حمید لولایی، آقای اکبر عبدی، آقای رضا شفیعی جم، از همه شما متشکرم. دایی مرتضی خیلی خوش آمدی. فاتحه عمو متشکرم. ارمیا دوستت دارم. آیلین متشکرم. سمیه سپاسگزارم. من یه درخواست دارم، خواهش میکنم از امروز یا از فردا، ریحانه خیلی خوش آمدیم، حتما با روابط عمومی 162 تماس بگیرین و پیرامون بچه محل صحبت کنین، نظر بدین. ببینید تا شما نظر ندین همه فکر میکنن فقط یک برنامه کودک هست، یک سریال کودک هست، اینطوری نیست. من خواهش میکنم حتما با روابط عمومی 162، روابط عمومی سازمان تماس بگیرید، نقطه نظرتون رو پیرامون سریال بچه محل مطرح کنید. امیرعلی خواجه نوری، خیلی خوش آمدید. شب یلدا هست. پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بهترین جواهراتی هستن که در خانه های ما نعمت هستن و وجود دارن. این جواهرات رو دستشون رو ببوسیم، ازشون بخوایم که دعای خیر کنن. خیلی هستن امشب تفاعل به فال حافظ میزنن و انشالله که نیتی که میکنن، نیتی خوبی که میکنن، جواب خوبی هم بگیرن. زینب خانم، خیلی خوش آمدین. چشم، سعی میکنم لایو ذخیره کنم. مهمترین چیزی که برای من اتفاق افتاد در این سریال بچه محل این بود که واقعا تو بچه محل من یاد گرفتم چگونه در کنار اساتید صبور باشم. بچه های گلی که آمدن و با سختی جلو دوربین آمدن، علارغم رنج ها و گرفتاری هایی که داشتن، سختی هایی که داشتن، اما همه عاشقانه اومدن جلوی دوربین و صحبت کردن، اجرا داشتن. رها خیلی خوش آمدی، رهای عمو خوش آمدی، ابوالفضل خوش آمدیم. این مهمه که آدم یک حال خوب داشته باشه. این که من یه مطلب بگم، پیشنهاد خیلی بود برای همه همکاران من، خب بعضی بچه ها میرن کار میکنن چون اصلا زندگیشون از این رو ارتزاق میشه، باید بکنن بازیگرن، ولی عمو پورنگ همیشه سعی کرده عمو پورنگ بمونه و من سعی کردم تو همه پیشنهادهایی که به من میشه اولویت من کار کودک و خانواده باشه. سعید رابند، خیلی خوش آمدید، متشکرم. امیدوارم که این اتفاقاتی که افتاد در طول 17 سال کار هنری من، بیشتر 18 سال که دارم کودک کار میکنم، هر یک شناسنامه خاص خودشه داره، از اموپورنگ اول بگی تا امروز یه جورایی متفاوت بوده، چه در بحث نگارش، چه در بحث اجرا، چه در بحث محتوا و دکور و هر چی که حساب بخوای بکنی، ما سعی کردیم متفاوت باشیم و به نوعی با گذشته فرق کنیم. و این سری هم خدا قوت باید بگیم واقعا به علی ترابیان، خیلی خوش آمدی، دوستت دارم عزیزم، به جناب آقای درویش علیپور محمد که نویسنده، که واقعا سخته برای این همه کاراکتر تعریف شخصیت ها. یک تشکرام بکنم از سروش جمشیدی عزیز، سروش گل منم که آمد و در برنامه بود، ایفای نقش کرد، حامد آهنگی عزیز، دوست عزیز من که آمدن توی برنامه. الان مامان من داره ویژه برنامه شب یلدا رو نگاه میکنه. مامان ویژه برنامه رو نگاه میکنه، خوشت میاد؟ خب من امشب مادرم هم میارم جلوی دوربین کمی با شما صحبت کنه. شیرین ریاهی نوشته متفاوت مثل همیشه.
سکینه درود بر شما. عمو چرا جواب نه؟ علیرضا جان امشب ما شب یلداست، اسم خونی نیست، فدش شاد بشم. اجازه بده اسم بعدن بخونی. امشب میخوام فقط تا میتونم با شما حرف بزنم و به عبارتی بهتون میگم خیلی دوستتون دارم. مصیب درود بر شما. نازنین زهرا، فردوس شجاع نوشی وجود افتخاری، چاکر شما هستم فردوس جان، ما چاکر شما هستیم. امیرعلی بخشی پور، سعی دوستت دارم، متشکرم، شما هم بهترین هستی، خیلی ممنون. محمد خلعتبری، چاکر شما هستم. امیر احمدی آقا، امیر احمد آقایی درود بر شما. محمد رضا متشکرم، خیلی ممنون. اگر انتقاد پیشنهادی بود بگید، اینو جدا بهتون میگم. آرمان عزیز متشکرم، هستی متشکرم. چرا تمام شد؟ خب تمام شد دیگه، بالاخره هر چیزی که شروع میشه هر سریال تمام میشه. ای جان حاج خانم میان، بله حاج خانم، من میخوام بیارم تو لایو و چند لحظه با مامان صحبت کنم. مامان منم ببینید و امشب مامان من بیاد با ما زنده صحبت کنه. البته من بعد جام به مامان بدم، چون مامان که نمیتونه سر پا بیسته، منم به صندلی نشستم، بعد از صندلی بلند شم بگم مامان بیاد بشینه چند لحظه صحبت کنه با مامان جان گل. خب دوست دارم این لایو که میگذارم برای شما، اگر ذخیره کردم نقطه نظراتتون رو بگید، خواهش میکنم. تعارف نکنید و در کمال ادب و احترام با هم دیگه صحبت کنیم. ماهان جبلی، دوبلور بسیار خوشقلب، دوست داشتنی و خوش صدا. ماهان دوست دارم، خیلی گلی، عزیز دل من هستی و من همیشه برات احترام قائل هستم. نفس عزیز متشکرم. یکی از بچه‌های گل رو میخوام امشب بیارم بالا باهاش صحبت کنم. آنیتا هستم، ششم. آنیتا درود بر شما. داوود نوشتی تیپا بد نمیره. خب من دوست دارم، این مسئله شخصی و من این تیپو دوست دارم. امیررضا متشکرم. الین متشکرم. مهدی موسوی منتظریم، چاکر شما هستم مهدی جان، درود بر شما. عمو جسم منو بگو. اسم مینا استراپور، خیلی خوش اومدین. اسما نظری، خیلی خوش اومدین. بهدلی، بهدلی، آره بهدلی نشه، بهدلی من منشین. خب بازم بسازید. چشم جمشیدی، چشم نار جمشیدی. لیا درود بر شما. شب میشه گفت شب چله است. این شب چله خیلی خاطره سازه برای همه ما. تو این شب چله سعی کنیم که بگیم و بخندیم، البته دور هم نه، زنگ بزنیم یا از طریق همین واتساپ، ابزاری که در اختیار داریم. ماهان دوستت دارم، دلتنگتم ماهان جبلی، عشق منی. ماهان جبلی میای بالا صحبت کنیم با هم دیگه؟ صدای خیلی قشنگی داره ماهان جبلی، اگه بیاد بالا که ببینم صدای از اون صدایی که من دوست دارم، یک صدای مشتی. بله اومده، اگر ریکوست من جواب بده ماهان برای دقایقی بیاد بالا. ماهان جبلی یک دوست با صدای تنین انداز و مخملی و امشب خدمت شما عرض کنم که آمدی در لایو من افتخار داده، من دوستشون دارم. دیگه عمو بگو اسمشون رو باید بگم. آریان شعبانی من بیار بالا انشالله امشب. روژینای عزیزم درود بر شما. تایگر عزیزم، به به ماهان سلام. سلام به روی ماهت، ببخش قربون شکلت برم من. چه خوشگلی تو، چه خوشگلی تو. من فقط چون در منزل هستم لباسم خیلی مساعد نبود، اما خودت میدونی که اینقدر برام عزیزی که به هیچ عنوان نمیتونم دعوت تو رو رد بکنم. عزیزمی ماهان، این صدات منو کشته. ماهان خیلی دوست دارم، این صدات منو کشته. فدای محبت تو بشم من. ببخشید اون بر چون مهمان داشتیم یه مقدار شلوغ بود، حالا برخلاف این که نباید مهمان باشه، ولی ما امروز خب یه دوره همی کوچولوی خانوادگی داشتیم. من دیدم که لایف گذاشتی، گفتم که بیام روی ماهتو ببینم، چون به شدت دلتنگت بودم. و این که دعوت کردی سریع اومدم تو اتاق خواب و گفتم که یه چند کلمه‌ای با رفیق و داداش نازنینم حرف بزنم. قربونت برم، شما غالبا دوست داشتنی هستی، اینو جدا بهت میگم. من ماهانو دوستش دارم چون خیلی هم با معرفته، هم خیلی هنرمنده، خیلی هم حرفه‌ایه. یعنی این طور صدا، این طور صدا، اگه این صدا رو من داشتم ماهان چقدر باحال میشد. یادت یه بار با هم صحبت جا حرف زدم یه تیکه. آفرین. یه فیلمی گرفته بودیم با ماهان، ما که یه کافی شاپ بودیم یکی دو سال قبل و من لبخانی کردم، به قول خودم لیپسینگ کردم و ماهان جای من صحبت کرد. چقدرم قشنگ صحبت کرد، یعنی واقعا هنرمند و دوبلور واقعا ماهری هستی.
خودت خوبی بله دورت بگردم. ببین اول اینکه این لطف تو داریوش، تو خب تو رفیق از من تعریف نکنی که میخواد تعریف بکنه. و اینکه واقعا هنر من پیش اینو بدون اغراق میگم، پیش هنر تو اصلا هیچی نیست به خودم. نه عزیزم من چاکر شما، دل میلیون ها ایرانی رو شاد میکنی، دل میلیون ها بچه رو شاد میکنی. پس تو هنری داری که من ندارم، اینو بدون تعارف میگم داریوش عزیزم. به وجودت افتخار میکنم، ایشالا همیشه سلامت باشی، ایشالا همیشه از ته دل بخندی، یلدات هم مبارک باشه. من از اینجا جا داره که به همه دوستانی که الان لایف دارن این رو میبینن، شب یلدا رو تبریک بگم. ایشالا که عمرتون به بلندای شب یلدا باشه، همیشه سلامت باشین، از ته دل بخندین و جیبتون پرپول. بهترین ها رو برای همه تون میخوام. ماهان دوستت دارم، مزاحمت نمیشم. ما هندی جای شاروخ خانم حرف میزنی و من حال میکنم جای شاروخ. الهی فرچم به قول شاروخان چی؟ یه دونه ای میبوسمت، یه دونه ای منم میبوسمت، قربونت برم، عشق منی، خدا نگهدارت باشه فرچم. خدا ماهان جبلی دوبلور و از اون برای بچه خوب خوش صدا. خب ماهان اومد چند لحظه باهاش صحبت کردیم، عشق منه. خب استقلالی ها چه دعای قشنگی، درود بر شما. یاسین بگو، یاسین چشم بهار ساری چه صدایی. بله ایشون دوبلور بسیار خوبی هستن، خانم ساری تعریف کردم. زهره جان خیلی خوش آمدیم، یلدات مبارک. خب دیگه این کیه ببینم. خب خدمت شما عرض کنم که فهیم اکثرا نوشتم ما داریم گره میکنیم. چرا رفتیم؟ ما نرفتیم، برنامه تمام شد. ما باور کنید با بدترین شرایط تو این 7-8 ماه کار کردیم. این افتخاره، نه خدا نکرده منتی باشه. حمید جان، حمید انصاری، این افتخاره برای ما. به خدا قسم چند تا بچه‌مون تو گروه کرونا گرفتن. امید شهلایی تدوینگر ما نوشته قسمت آخری که میخواستم تدوین کنم داروش کلی گریه کردم. قسمتایی که ما به عبارتی فلش بک به گذشته بود، کلی گریه کرد. و برای ما هم سخته، تعارف نداریم با هم دیگه. دل کندن از محله‌ای که 5 سال در اون زندگی کردیم و 50-60 نفر با هم دیگه کنار هم زندگی می‌کردیم. عمو منو میری بالا چشم. ابوالفضل و معصومه درود بر شما، یلدات مبارک باشه. اسفانا متشکرم، متشکرم. دیگه خورشید سپاسگزارم. دیگه سارینا عزیزم حدیث هست از سمنان، درود بر تو. خب میخوام از مادرم دعوت کنم بیاد جلوی دوربین، بیا جلو دوربین چند از مامانو ببینیم، با مامان جان صحبت کنیم و بعد خدمت شما عرض کنم که چیز میکنم، بعدا ادامه صحبت رو پی میگیرم. اونایی که موافقا مادر من بیا جوربین جلو دوربین بگن کیا هستن. همون پولن که فصل جدید انشالله نمیدونم فصل جدید اصلا دنبال در مورد بچه محل من فعلا فکری ندارم، چون احساس میکنم ببینید همه چی تا یک مقدار تکرارش خوبه و بعد لوس میشه. اجازه بدی که ما همجوری خاطره ساز بمونیم، چه باشم چه نباشم در ذهن شما، اجازه بدی که با همین خاطره خوب بمونم، چه آمدم چه نیامدم در تلویزیون. من بیشتر برام موندگاری در نقطه قوت هست، در جایی که حداقلش به تکرار نیفتاده باشیم، به یک نباختی نیفتاده باشیم. و الا هر روز بخوای باشی جلوی دوربین که فایده نداره. مهم اینه که آدم کاری بکنه که از دیدنش خسته نشن. صادق جمشیدیان چاکرم. و قارنلی هم که میشناسی، که محمد کاشانی، قارنلی هم علی گالش، محمد دوست دارم، محمد پی بی، دایی مرتضی متشکرم. علی گالش که نقش چیز بازی میکرد، آقا نگهدار بازی میکرد. بذار ببینم میاد بالا چند لحظه خیلی کوتاه با آقا نگهدار صحبت کنه و بعد من مادرم رو. علی گالش اگه بیاد بالا، علی گالش بله بیارمش بالا ببینم. علی گالش بازیگر نقش چهچه و چیز آقا نگهدار که کلاه میذاشته، گریم خیلی قشنگی داشت. بیاد اگه بالا باهاش صحبت میکنیم. مامان جانم چشم، مامان جانم میارم نوشتم، مامانت هم بگو خواهش میکنم بیاد. مامان جان من تا با ایشون صحبت کنم، شما باید بیایی چند لحظه صحبت کنیم. یکی امیدوارم وقتی مامان اومد یکی انتخاب میکنم دو نفری صحبت کنیم. محمد رضا داداش نمیدونم چه نوشه، عمو 6 ساله. آقای گالش کجایی؟ چی پرید عمو؟ چی پرید؟
دوباره صدات میکنم، دوباره صدات میکنم، علی گالش، دوباره صدات میکنم، علی گالش بازیگر نقش دارید، علی گالش بچه خوبیه، بچه با معرفتیه، امیدوارم الان بیاد. ببین علی، یا نتت خرابه؟ نت من که خوبه الحمدلله رب العالمین خوبه. حالا نت سلام علیکم. به 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 علی، ما دارم کشید دارم من دیر میگی؟ اما میشه من دیر میگی نه اما شما خمیشن برنامه بود بس داری به من دیر میگم. علی چطور؟ یه سلام اول پرسی کن با بچه ها با بیننده ها. اول من به استادم که شما باشی سلام عرض کنم که چقدر چیزای خوب یاد گرفتم. حالا این فلسفه رو من میگم. آقا سلام عرض کنم خدمت همه دوستای عزیزی که اصلا تو بلبلای عمو دیگه از بچه‌ها بگیر تا بزرگا دست جام قدری دارن. دست جام فقط تغییر کرده بدون گریم، واقعا آدم تو رو نمیشناسه، با گریم واقعا تو همون آقای نگهدار هستی، ولی بدون گریم شبیه این چهچه هستی، فقط بعد ماها تو یکم ابرات پیوسته کرد چهچه. واقعا من به شما میگم چرا؟ ببین خود آقا نگهدار شو همونجوری که میشه چشتتون توی میکردی یا آره؟ حالا یکی از دوستای ماندگار آقا نگهدار بگو ببینم. حالا که اونجا کلا بودشه ما تو رو میگم چرا؟ 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 چون شب میگم ما تو میگم بسر اینا بگم میدونی داره میگم همه رو توجه کن. یه نگاه کنیم اینجا نگاه کنیم. این مامان و پرستار مامان میخواستن نگاه کنن، نگاه کنن اینجا نگاه کن مشکل نه یه دونه چیزم برای مامان بذاری سرده مامان اینجا نگاه کنن. یه گیلانی برای مادرتون عیزه بدیم بخونم. یه گیلانی برای مامان من بخون. روزی به مام خواستی گریشه میخانه نم نمی باران باوری دنی دنی تره به مام خواستی گر تی پیره به گفت تره ندم خواستی به مام موندی گر تی مار به گفت تره ندن اگر تره مر ندی می پیرو ماری چی بگی می زردگاه بوش بروشم تره برم من تی اون نامی بفم گیل مردم گیل مرد گیل مردم گیل مرد. سلام مادر عزیز، من بهترام شما بکنیم. سلام سلام سلام. بهترام بلند میشم، فدایی داری. عید شما مبارک باشه انشالله. عید شما مبارک باشه، یزدان شما مبارک باشه، فدایی داری مادر جان. ببین این مامان من صدای تو رو شنید اومده. ببین اینو میدونستی تو وقتی چی میکنی بابا بشین دیگه. هایت نزن دیگه. ببین این مامان من صدای تو رو شنیده اومده. اون چی رو میخوندی؟ یه دینه محلی میخوندی؟ اونو بخون، اونو بخون محلیه رو. آی گلدون گلدون سر دو سرم من سرم خوام بر بلبون سر باوت من سر سرار من هیچ که دنیا دل و چنمونه هیچ که کودک دل هم پرنگ نمونه. آفرین. ببین خیلی عالی بود مامان. اسمش علیه، علی هم مثل من با مامانش زندگی میکنه. یه سلام احوال پرسی بکن با علی. حال شما خوبه پسرم؟ خوبه علی آقا؟ سلام، خوبه زیزگان، خوبم بچه، خوبم. چی کار رو کنی؟ احسان احسان شما پسر من داروش منین، اما با قرآن همیشه عاشقت نوت صدا تو میرم. آره میگه عاشق صدا تا همیشه گوش میکنم، همیشه گوش میدم و جد بودم. روزی به مم خواستی گریشی میخانه نم نمی باران باوری دن دنه ترا به مم خواستی گارو تی پیری به گفت تره ندن خواستی به مم موندی گارو تی مار به گفت تره ندن اگری ترا تو خجالت نمیگیش این شعر برای ننه من میخونی؟ نه نه هر زباسی داره میخونم یاد خاطره ننه زنده بشه. وقتا من چی گفتی؟ میگه یه بار دیگه اولش بگو، اولش چی میگه؟ خجالت نکش اینو، اولش چی میگه؟ بخون این اول، بخون شما معنی گرید از نه تو بخون این اولشو. روزی بمم خواستی گریشی میخانه دهنتو ببند، دهنتو ببند. روزی بمم خواستی گریشی میخانه خجالت بکش. نه این چیز لفظه، لفظه دیله مرده. خب از اینجا میکنم پس دهنتو رو پره میکنم این لفظتو. اما پس از اینجا میکنم، از برقیش بخونم. گیل مردم گیل مرد گیل مردم
گیل مرد من گی چمش پوشم می علی شه فروشم در پور تلا اینم خانه و قبر اینم تنسیم چشم رو تا بدم قوت زور مرا به آب و گل زنن مرا به آب و گل زنن های بلبلم چی نسیم دردم چی گل نسار می دل باوردم چی اون نام بابام گیل مردم گیل مرد. عالی بود علی. علی دست در نکنه. مرسی عمو. ما این علی کسی هستش که اون قسمت نگهدار هم ایشون بازی میکنه. آقا نگهدار یه چیزی که برای مامان من بازی کنم ببینه آقا نگهدار رو. آیا نه من میرم نگهدار برای من بازی کنم مامان. خب پیغمبر ننه جا خوبی؟ هر وقت دوری شما را دست کرد سریع زنگ بزن من بیام اینجا داریش بگو چرا چرا؟ مرسی مرسی عموی عزیزم خیلی خوشحال شدم بعد از این همه اینقدر خدمت شما اونجا بودن چیزهای خوب یاد گرفتم اینقدر ما خوبی کردید که ما تا آخر عمر شرمنده شما هستیم و همیشه جاتون تو قلب ما جا خواهد داشت و مادر مهربونتونم که منم که دیگه زمان دارم مهربون میشم اینو داروشو خودمه ممنونم شما دوست دارم میبوسم خدا حافظ خدا حافظ خب ایشون علی گالش بودن بازیگر نقش میرزا خب ماما خانم تو راحت هست اینجا آره خب من بدبخت باید اینجا بایستم تو اینجا بشیم خب من اینجا بایستم خیلی خوبه نه اونم بیارش میزنم و دست در نکنه خانم پرستار خدا خیلی خب مامان جان امروز قسمت آخر رو دیدی دیگه قسمت آخر بچه محل رو دیدی بله خوشت اومده بود؟ آره عالی بود نه دل تنگ نشده متشکرم دل تنگ نشده بود؟ نه نه عالی عالی بود نه جدا نه خیلی خوب خوب بود یه تری من اینطوری کنم بذاره که منم آخه آدم هم تصویر باشن همش تو بشه تصویر چرا زرنگ تو والا همه تصویر خودش بشه یه چی نوشتن؟ تو دیگه نوبت منه دیگه چی؟ نوبت میگه نوبت منه دیگه عجب مادری از زیرا منو داریم دارم میگه نوبت منه دیگه نوبت منه دیگه خب خدمت شما هست که من اسمارو بخونم ممنونم عمو جان بازم بچه محل میسازی بچه محلو مامان تو دوست داشتی بچه محلو آره جدا دوست داشتی مامان دوست داشتم امروز چطور بود خوب بود خیلی عالی عالی بود واقعا خب. میخوام با یکی بیارم بالا با هم دیگه صحبت کنیم ببینم کی میاد بالا باهاش صحبت کنیم به 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 ببینم کدوم عزیز میاد بالا من مامانم غیر منتظر اومده بالا به اصطلاح توی لایو اینجا نشسته کنار هم دیگه و ببینیم که بیان چیه نوشتین چه مامان خوبی داری متشکرم مامان یه دعا اول برای توی شب یلدا شب چله شب یلدا برای مردم دعا بکن یه برای بیمارا برای مریضا من که همیشه درست رو نماز و ماله الان یه الان دعا کردم آفتاری الان هم دعا میکنم که خب حاجت هر کس میخواد با همیشه و عزیز انشالله عجد من بگیره حضرت فاطمه زهرا انشالله نجاتشون بده جدی خب الهی شد الهی شد من این دفعه صبر کن مامان جون من یه کاری اینجا انجام بدم معذرت میخوام یه کاری اینجا انجام بدم مامان جون این سیم کجا رفته این سیم رو بزنم اینجا اول از خب اینم از اینجا یه لحظه اجازه بدیم خب من آخه باید همکار دارم همچنان که دارم اینجا با شما صحبت میکنم یه چند تا کارم انجام بدم ببخشید نه نه مامان جوجه نگاه کن چون برنامه زنده است دیگه یه ذره حرف بزن شما چند سالته مامان جان من آره مامان بگو تو امروز نهار چی خوردی نهار چی خوردی راستی شما مامان من نهار الان نهارم درو گفتم که الان تو من نمیدونم نهار چی خوردم نمیدونم چی خوردی بدون که سند مارم اما خودم بلد نیستم آره دیگه سن چقدر مادر جان ممکن 15 سالم باشه چند سالت باشه 15 سال 15 سالت باشه دوست داشتی بازیگر بشی فیلم بازی کنی؟ نه با فیلم کار ندارم آفرین خب دوست داشتی مثلا پسرت مثلا شاروخ خان بود به جای من اون خب پسر خودمه دیگه نه دوست داشتی من پسرت باشم یا شاروخ خان پسرت باشه هر دو تا پسر منی من نمیتونم مامان آخه شاروخ خان به مامان سلام کرده بود دیگه یادت هست من یه ارتباط تصویری گرفتم با شاروخ خان بعد مامان باهاش چیز کرد و شاروخ خان به مامان سلام میکرد مامان چجوری سلام میکرد بگو گفت مادر فاطمه خانم سلام اون
که فارسی بلد نبود مامان. نه اون حالت چی بلد نبود اما من میگم. آها ولی چجوری گفت مثلا چجوری میگفت های مادر فاطمه چی میگفت بگو مادر فاطمه خانم آفرین. آره اسم مادر ایشون هم خدا رحمت کنه فاطمه بوده، لطیفه فاطمه بوده مادر شاهرخان. حالا شاهرخان رو دوست داری؟ آره پسر منه. آفرین. فیلماشو نگاه میکنی؟ آره من همیشه نگاه میکنم، همیشه میشستم نگاه میکنم. آفرین. باری که شاهرخان رو دوست داری، من براش میذارم مثلا فیلم طرفدارش خیلی دوست داره. خب خدمت شما عرض کنم که صبر کنید لحظه، معذرت میخوام یه لحظه اگه اجازه بدین من ببینم چه خبره. خب این چیز خاموش کنه اینو بزحمت فیلم خاموش کنه. خب مامان تلویزیون خاموش کن. متشکرم. حالا بریم سراغ کسی. مریم تدیان اومده، دکتر خانم دکتر مریم تدیان اومده. خدمت شما عرض کنم که صداش چجوریه. خب مامان به من بگو که تو سختی زیاد کشیدی دیگه تو زندگی. بله مادرم من سختی زیاد کشید، همه مادرها سختی زیاد کشیدن. الان نه ما خیلی زیاد کشیدم. خب همه مادرها کشیدن. همه مادرم کشیدن اما من دیگه خیلی کشیدم. خیلی کشیدم. سختی زیاد کشیدی یا نقاشی زیاد کشیدی؟ نقاشی کشیدم. غیر نقاشی صفکاری چی؟ صفکاری صفکاری رفتم صفکاری گذاشتم. صفکاری رفتی نقاشی؟ نقاشم کشیدم گذاشتم تو صدا سیما. آره آفرین. بله فکر میکردی پسرت مثلا یه روزی مجری تلویزیون بشه؟ نه دوست داشتی من چیکاره بشم؟ دوست داشتی دکتر بشم، خلبان بشم، بازیگر بشم، مجری بشم؟ کدومو دوست داشتی؟ نه من فقط اینو میخواستم که پسر من هنرمند باشه. خب حالا گوش کن دوین کتا کتا باید جواب بدیم. بله پسر شما توی آشپزی هم هنر داره؟ بله. اه؟ بله راستش بگو مامان خالی نبندا. نه خالی نمیبرم، برنج مهم کتا درست میکنم. برنج کته درست میکنم. خیلی خوبه. شب یلداست امشب، همه دورن دیگه، ما هم با مامان هستیم دیگه. بچه‌ها زنگ زدن بهش تبریک گفتن باهاش صحبت کردن، ولی مامان به خاطر قضیه کرونا نمیتونیم نزدیک بشیم، درسته؟ بله. بعد کرونا از هم دیگه چی باشیم؟ باید دور باشیم. از هم دیگه باید دور باشیم. دوست داری یه شعر هندی برات بذارم؟ من هندی رو بلد نیستم. من میخوام برات بذارم یه گوش کنی دیگه. ها بذار. الان چه احساسی داری؟ الان تو هندی داری؟ خب مامان جان پسرها دخترها الان دارن نگاهت میکنن، عروسا دامادا دارن نگاهت میکنن، مردم دارن نگاهت میکنن، میخوام به مردم یه دونه آیو یه نه شبا شعر یه چیزی میگه میخوای بخوابی. مامان من شبا میخواد بخوابه یه جمله میگه، یه نمیدونم دعای چیه چی میگی مامان شعر مامان. خب بگو شما اون شبی که میخوای بخوابی. منم آخه شبا وقتی میشتم منم تکرار میکنم. بگو از قرآن صحبت کن. خب تو چی میگی شبا بگو؟ مثلا سر به بالش میذاری چی میگی؟ میگم سر میزنم سر من رشتی میگم. خب بعد رشتی بگو. آره سر نهام به زمین. سر نهام بر زمین. سر نهام به زمین. پالون نهام در کمین. پالون نهام در کمین. قرآن نازنین. ای قرآن نازنین. یا امیر المومنین. دل به تو بستم یا امیر المومنین. آفرین آفرین باری کرد. نوید اختیارم اومده. ماما نوید یاد از تو بلژیک با صحبت میکرد. بله. اونم اومده میگه برای ما دعا کن نوشته. اینا که من دارم میگم اینجا به سر نوشتن که منم میگم. سوال کردی شما با مادر تنها هستین؟ نه ما یه پرستار خیلی خوبم داریم، خانم لیلا خانم هستن، پرستار خیلی خوبی هستن، مامان من نگهداری میکنن. الان صداشون هم میشنوی. پرستار خوبه ما لیلا خانم، به من میگه داداش و مثل آبجی من، فرقی نمیکنه، خیلی خانم خوبیه. از لیلا خانم راضی هستی؟ خدایم راضی باشه. من که راضیم، خدایم راضی باشه. غذاش خوبه؟ عالی عالی. خب دیگه چی؟ خودم غذا رو خیلی خوب نمیپزه؟ نه غذای قشنگ میپزه. دور نگم. باریکالله. و چرا لیلا خانم تا دیر وقت نگه میداری بشین فیلم نگاه کن با من؟ من دیگه غذا ما داده. خب نرو بخواب، بیا فیلم نگاه کنیم. بشین فیلم نگاه کنیم. چرا زهرا به زور میگی بیاد بخوابه؟ این بنده خدا شب خوابش نمیاد خانم محترم. ببین نگاه کن زهرا میگم بخواب چون که استراحت خوبه.
هر جوانی باید یه خورده استراحت داشته. وقتی که کار خونه رو داری میکنه، زحمت داری میکشه، بله، بعضی چی کار باید کنه؟ آها، قشنگ بیار سر دوری که نهار رو خوردیم، ظرفانی که شسته، بیم بخوابیم. یه کار کنیم، راست میگه، باید بخوابیم. یه کار کنیم، ما همینجوری اینجا نگاه کن، تکون نخور. یه عکس اونایی که الان تو لایو هستن عکس بگیرن، این عکس رو اشتراک بذارن، بخند، فقط به اونجا نگاه کن. اونجا بخند، اونجا نگاه، بخند، بخندم. آره بخند. آقا برای من دیگه خنده نمیاد. چرا بخند؟ چون پیری زنم. نه بخند. خب ماما خانم از 10 تا 1 برعکس بشمور. خب از 10 تا 1 بشمور. بشماره؟ آره. 10 10 تا. نه از 10 تا 1 بیا پایین برعکس بشمور. بگو 10 1. خب 2. این برعکسه؟ مامان برعکس. 10 خودت برعکس که مرم برعکس میکنم. نه نه مامان جان. مامان 10 نو اینطوری بگو، 8 اینطوری بیا پایین. بگو چی چی؟ بگو 10 9 8 بیا پایین. بگو 10 10 9 8 8. خوب 7. شما نگو. خوب 7 6. خوب نخه 5 8. نه چا 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 میان چا 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 میخوام برم دماغم عمل کنم. نه ما نمیذارم. نمیذاری؟ نه میخوام این چیه اسمش، خالمو بردارم. خالمو؟ نه میخوام برم گونمو بکشم. نه ببینم چی گفتم. اولم تو رو گفتم بعده که داروش جان تو گفتی که میخوایم با ماشین سال پیش گفتی میخوایم عمل کنم. چی گفتم؟ گفتم که ما خواب دیدم نباید عمل کنی. حالتون نشونی آفرین. خب آفرین. بله مامان جان شما کدوم آهنگ منو دوست داری تو بچه محل من میخونم؟ بچه محل اون آهنگ آخرش میخونم من. یکی همیشه آره گفتم که بچه هنو من میشتم و گوش میدن میگن که خیال میکنن که مامان فقط تو رو دوست دارم، فقط اونه رو دوست دارم. نه من همه رو دوست دارم. بچه رو همه رو دوست داره. بله اون شعری که من میخونم مامان فکر میکنه من برای مامان میخونم. یکی همیشه هست. نه نه مامان. یه نفر دیگه هم اومده، امیر محمد گل از شما تشکر کرده. بعد دیگه اونا که نوشتم من بذار بخونم. به به آقای دکتر فرجید هم اومده، آقای شکوهی عزیز خیلی ممنون از شمال اومده، محمد رضا زاهدیان اومده دستش درد نکنه، دایی مرتضی اومده دستش درد نکنه. من اسمایی که میخونم اینجا نوشته مامانا، از خودم نمیگم. خب یکی بریم بالا ببینیم کی میاد بالا باهاش صحبت کنیم. ماما دوست داری با یکی صحبت کنیم؟ ببینم با یکی صحبت کنیم ببینم کیه. یه دوست عزیز بیاد بالا ببینم چه کسیه. ببینم یه نفر پیدا کنم. ماما صبر کن ببینم صبر کن. خب این کبرا قلی زاده ببینم که این میاد بالا. کبرا قلی زاده اگر اومدم بالا این شب یلدایی ببینم چه کسی میاد صحبت کنه. محمد پی بی دوست دارم. خانم بابا من از خانم اومده. بابا آی دکتر شکوی عزیز چاکرم. مامان من ننه نقلیه. اه مریم تدعیان ننه نقلی. نقلی میخنده. خب نقلی دیگه ده نقل نوا شیرینی معروف دوست دارن. نه امیر سوهلی عشق من. امیر سوهلی اومده. امیر سوهلی سلام خانم کبرا قلی زاده. سلام عموی عزیزم. حالا چطوری دخترم؟ خوبی؟ ممنون شما خوبین الحمدلله. سلامت باشی. زنده باشین. سلام آمود به فاطمه. خوبین؟ سلامت باشی. خیلی ممنون. سلامت باشین. قربون شما برم. شب یلداتون مبارک. سلامت باشین. زنده باشین. ایج سما با منسته. الان شب یلده. اینقدر سوچی نده. سوچی نده. یلده. اما فقط من تصویرتون رو ندارم متاسفانه.
این دعوا میکنه. نکنی نزم میگه. نداری؟ یعنی چی نداری؟ جات حتما خوب نیست. ولی ما تصویرت رو داریم. نمیدونم. نه ندارم. همینطوری فیکس مونده. آه تصویر شما هم فیکس مونده. تصویر من که خوبه. کبرا خانم شما چند سالتونه؟ از کجا زنگ میزنی؟ به اصطلاح صحبت میکنی؟ من 26 سالم عمو. از کجایی؟ از لاهیجان. لاهیجان، گلیجان، گلیجان پس تو بودی از لاهیجان. خوبی؟ ماما خوبن؟ سلامت باشین، همه خوبن، سلام دارم خدمتتون، سلامت باشین. من دختر گلم، برات آره سلامتی میکنم، چون تصویر فریزه، احساس میکنم نمیدونم. بله، متاسفانه. من همین مقدار بسنده میکنم، برات آره سلامتی میکنم، مراقب خودت. سلامت باشین، زنده باشین، به خدا میسپارمتون عمو، در پناه امام زمان باشید انشاءالله. سلامت باشین، خدا. خدا. خب این اولین نفری بود که مامان الان ما باهاش صحبت کردیم و متاسفانه حالا بیام یه نفر دیگه ببینم کی میاد بالا باهاش صحبت کنی. امیر سهیلی عزیز من. خب امیر سهیلی اگه باشی امیر سهیلی بیارم بالا. مامان امیر سهیلی میشناسی که صدای قشنگی داره تو برنامه میخونه، تو میگی دو تا برادر با گلدون خانن صدای قشنگ داره. خونه ما اومدی با دخترش با خانمش اومده بود. ببینم اگه اومد که صحبت میکنیم. نوید دوست دارم، نوید اختیار. برای اینجا حال ما رو می‌پرسی، بیا بیشتر حال من رو بپرس. آقا نوید خان. پروانه عزیزم، یلدا مبارک باشه، متشکرم. فردا دیگه چی؟ تا بیاد ما این آهنگ هندی رو، چه آهنگم هست. بح بح اینا. سلام علیکم. سلام علیکم. آقا قافلگیر کردین منو. حال شما چطور این سید خانم خوب این؟ چه سیبیلی داره؟ کنگان به من میگه کنگان. خوب این داری شون سلامتی؟ سیبیل نداره قصه میخوره بخاطر همین. آها سیبیل نداره قصه. تازه داری شون تازه کود ریختم یه خورده در اومده و اینا سبز شده. چطوری خوبی امیر جان؟ حالت خوبه؟ قربونت برم شما خوبه این سلامتی؟ خانم خوبه؟ خیلی ممنونم قربونت برم. خوبن همگی خوبن. سید خانم دستبوس شما همگی. قربونت برم. من امیر رو رسونم بهت. دخترت خوبه فاطمه؟ خیلی ممنون. خیلی ممنون. سلامت باشید سید خانم. دستبوس شما. ایشالله که سایه شما کم نشه. سالهای سال سایتون بالا سر ما باشه سید خانم. از این تیپا نمیزنی آقا یه سایلی میایی که پای سنه ولی الان از سیبیلات خون میچه که زنده باشین داریشون ایشالله که همیشه سایه سید خانم بالا سرمون باشه جونم. امیر میدونم شاید نابجا باشه ولی دوست دارم که اون ستاره دیگه کنارت بود یه دینه ندارم. آره به خدا نیست وگرنه حتما با کمال میل کی از شما و سید خانم عزیز. یه شب هم باید بخونی قولش بده باشه؟ باشه چه قولش بده بگو ببین نگاه بگو قولش بده قولش بده شه 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 شه. خب یه کاری میکنیم یه کاری میکنیم یه چند لحظه به من فرصت بدین که ببینم با پیانو رسمینه برام بزن یه چیزی براتون بخونم. آها رسمینه آفرین پدر دختر آره. هنرمند ما هم مادر و پسر چی میگن مادر و پسر هنرمند آره رسمینه تا خوش آماده کنه یه چیزی همجوری بداهه دیگه. من فکر نمی کردم شما دعوت کنی افتخاریه. من نوکرتم بداهه برای ما بخون که لذتشو ببریم داداش. باشه چش نه نه بخون انا الان رسمینه آماده کنه سازشو. داریوش من یه مثلا 5 دقیقه دیگه بیام پیشت نداره؟ نه خوبه 5 دقیقه دیگه آره باشه. تا سازو آماده کنیم و اینا بعد آره میام توی لایو باشه. شش قربونت برم. خب رسپینا تا پیانو رو آماده کنه من هم یه دونه تا 5 دقیقه شما رو دعوت میکنم به شنیدن یه آهنگ هندی برای من و مادرم. گوش کن دیگه بابا دارم برات میخونم تو مادر من تو مثلا من شاهرخ خانم تو مثلا مارو خان مامان من دیگه
قربونش برم. حالا من هم وسیله همون تا اون بخواد بیاره من هم وسیله همون میرم. یه وسیله خوب وسیله من رو بهم بده. همین این قابلمه رو بده. بله همین رو بده. هم پیانو داره دیگه. من هم پیانو رو بده. این هم پیانو منه. این پیانو منه. ماما خانم این آهنگه هندی رو گوش کن و کیف کن. خب مادر رو سلام برسونی. آقای دکتر خانساری عزیز، آقای دکتری که باقیشون رفت میفشم الان نوشته به ماما سلام برسونی. شما هم بهشون سلام. سلام آقای دکتر. مامان من به شما سلام برسونی. سلام، حالی شما خوبه؟ خوبه پسرم، خوبی؟ دکتر خیلی گله ها. دکتر خانساری ایشالله عید مبارک باشه. من عید میگم، میگم چرا عید میگیم؟ شب یلدا مجلس. شب یلدا تو مبارک باشه پسرم. ایشالله مهم به امام رضایی که رفتم قفلش رو گرفتیم، ایشالله از اینجا حجت از ساعت فاطمه زهرا ایشالله حجت میگیم. باشه ایشالله. خب من اینو کمش کنم؟ بله. نمیذاری که همش آهنگ هندی گوش میکنی مامان. من نمیدونم تو پدرت هندی بود، مادرت هندی بود، چرا اینقدر علاقه به هند داری آخه؟ اه اعتبار هندی من نیستم دکتر پسرم. دکتر ای من هندی هم باره. اما یکی از شعرهای بچه محل بخون. بچه محل، بچه محل، بچه محل. مامان من خیلی دوست داره، میشینه با همچین تب و تاب نگاه میکنه. آقای دکتر خانساری دوستت دارم، خیلی با معرفتی. و اما من بر بالا ببینید، آقای امیر سهیلی قرار دختر گلشون پیانو بنوازه و ایشون بخونه. امشب شب یلداست، همه تلویزیون نگاه میکنید. منم از این تلویزیون خصوصی خودم دارم شما رو سریع میکنم. مریم تدعیان، دکتر مریم تدعیان بیننده من بود، الان اومده اینجا داره چیز میکنه. و امید شهلایی عشقم، این امیدم خیلی به سر خوبی، برای امیدم دعا کن مامان. امید خیلی به سر خوبی، همه زحمت تدوین برنامه من امید میکشه. خدایا خدایا در قسم میدم با همیشه و عزیز امید. امید آقا خب اون حاجتی که میخوام حضرت فاطمه زهرا بگیره انشالله. امید جان ناامید نشی انشالله. یه خاطره بگم، یه روزی مامان من میخواست برای یه بنده خدای دعا کنه. اون بنده خدا فامیلیش ببخشید کبریتچی بود. مامان منم دعا کرد براش. اون بنده خدا گفت به مامانت بگو برای من یه دعا کنه. منم از روی سادگی، حالا بالاخره لطف داشت مامان من، گفتم مامان یه فیلم میگیرم برای آقای کبریتچی، شما بهش بگو که براش دعا کن. مامان دستش آورد بالا، بیر بالا قشنگ دست مثل همون حالت اینجوری. این فکر کنید اون روزی که من دارم فیلم میگیرم، مامان دستش بالا بود و خدایا این آقای کبریتچی رو سلامت نگهدار. من از فیلم فرستادم. آقا این دروغ میگه، ما این صحبت نکردم. من میتونی چی بگم ماما جان؟ ماما جان من به من چیشم نگاه کن. دروغ نگه چیشم نگاه کن. گفت آقا کبریتچوب، یعنی گفت آقا دوار پس بگی تمام چوب کبریتا سوخته زندگی سوخت. خب می سراغ امیر سهیلی ببینم. آخه خجالت میده به خاطر همین میگه. ای راست میگی؟ وای چرا خجالت میاد؟ بله ما رو نمیاد، برای خیلی خجالت میاد. خب خیلی دوستتون دارم. صبر کنید ببینم مامان. ببینم امیر سهیلی آماده است. امیر سهیلی، امیر سهیلی گفت 5 دقیقه، 5 دقیقه به سرم. ایمان صفا اومده. به 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 ایمان صفا میدونی کیه؟ آقای چیز همون عروسکی، نقش عروسکو بازی میکنه. صد بالا نه، ایمان صفا همون. چرا اینجوری؟ الان ایمان هم میارنش بالا. ایمان باش که بیایی تو هم بالا. آقای سهیلی آه به به. آره من اومدم یه خوری بیرم پوشیدم که مثلا شیک و اینا باشه، چون غافلگی هم کردی. آره قربونت. خب من فقط جان. خب آماده؟ آماده. خب شما از اون رو بگیم. به 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 ما خیلی فیل بداهه واقعا. یه کار یلدایی آماده کرده داریم داشتیم دمت کرد آفرین به دختر گلم. حالا اگر صدای من بد شد، صدای ساز رسمینا نرسید، نتونستیم بزنیم و اینا، دیگه اصلاحی میکنیم. رسمینا سلام، خوبی؟ سلام دختر گلم، دیگه بزرگ شدی پیانو میزنیم. حالا خوبه؟ خوبی خانم، خوبی؟ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دیگه بدنم به تخت بزرگ. مرسی. برو رسمینا، برو به تکونم شروع کنم. آره علی یک دو سه، یک دو سه.
رویامو چه زود دزدید، من یلدام شب دور از خورشید، باز پاییز شد و باد چفید و هوس چون یاد نبود رو بشکنید. یه ما دیگه بریم، اشکال نداره، ما تمرین نداریم، ببخشید آقا، اشکال خیلی عالیه، برو دیگه برو رویامو چه زود دزدی، من یادم شب دور از خورشید، باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چون یادی من روز روید و درخت از این همه در چون نگاه هم خوشید، تو دیروز قدمی بردار، من رو تاز به شروعش بگذار، تو زیبایی و بیپروایی و من از این دلتنگی بیمار، با من حسل کن در این شب کن، تو همیشه دلیار، تو شب یلدای منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دل من دلیار منی، تو شب یلدای گرچه بی من گرچه که دل من دل یار منی. ماشاءالله به خوده، ببخشید ما اصلا تمرین نداشتیم، خیلی هم خوب بود. آره امشب ما یه جایی با هم چیز هماهنگ نبودیم، از شما از کاری میکنیم و کسایی که توی لایف هستن من معذرت میکنم. شما صدا شناخته شده است، همه صدا تو دوست دارم، مادر من که عاشق صدات من، خیلی خوشحالم ببینم که رسیدم، ماشاءالله هزار ماشاءالله انگشتاش دیگه طلایی شده و داره حسابی مینوازه. مراقب خودت باش، من میبوسم ان شاء الله که سایه سید خانم همیشه برقرار بشه، اثر هممون کم نشه، خدا سایه مادرت هم دیگه. یه مطلب دیگه، امروز بچه ها کلی ناراحت شدن به خاطر اینکه به بچه محل تموم شد و اینا، امیدواریم که با یه کار بزرگتر و بهتر دوباره مهمون خونه هاشون باشیم. حتما همینطوره، حتما همینطوره، دوستت دارم. به خدا میسپارم، من مزاحم شما و دوستانتون نمیشم. بچه شیرینه، مادر ما شیرینه. ببین نگاه کن، مادر تو داری؟ یا نه مادرش دوست داره؟ بله 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 بله. مادر هیچ موقع برای بعدی بچه‌ش نمیخواد، درسته؟ بله بله بله. آره قربونت برم، میگه یعنی هوای پدر مادرت رو داشته باشی. هوای پدر مادرت رو نگه دار، قربونت برم، هوای خانمت هم داشته باش. تو میدونی که اون آبجی من هست، من اینقدر روی ایشون تعصب دارم، این آبجی خودم دوستش دارم. البته زنده باشی، قربونت برم داریشون. خیلی سلام برسید به خانم محترمت، خیلی سلام برسید، خدا بیاره افتخار رو برام بس بنا خدا خدا بفرست قربون برم، زنده باشید، خدا حافظ، خدا حافظ. علی سهیلی و خانواده محترمش که مهمان لایو ما بودن. خوب کیف میکنی اومدی نشستی داری برنامه اجرا میکنی ها. الان شما تو تلویزیون خصوصی برنامه داری اجرا میکنی برای مردم، یه شعر شما بخون. وای خاک با سر ما، سیاچومی تقشنگ تک 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 انت، سیاچومی رنگ رنگ، سیاچومی رنگ رنگ، سیاچومی. اینو باید بخونی. خب منو بیار بالا، کیه دیگه؟ بدونم کیه. ای خدا نوبت منه، ببینم کیا میخوام بیان. یا ابوالفضل همه میخوام بیان بالا، ماما همه دوستان حرف بزنم، من که نمیتونم با همه صحبت کنم عزیزه دلم، قربون چشماتون برم. خب امیر رب سرکو ما بینم این کیه، یکی رب از این بند خدا رو بینیم بالا که واقعا ما همه تونه دوست دارم، اما به خدا فقط باید یکی برم بالا که ببینم که اگه بچه هم داشته باشی چقدر خوبه، اگه بیاد بالا با بچه شنان صحبت کنیم ما،
بریم کدام عزیزی هستن که افتخار میدن با ما صحبت کنن؟ حسین آقا نیست. نه حسین آقا نیست، حسین آقا نیست. مامان الهی قربون به حسین آقا کجا؟ حسین آقا دیلای به من نیست. ایمان صفا رو ببینید چیکار میکنه. ایمان صفا. ایمان همونه که میگه ببخشید. دیگه اینجوری اوجی نکنو. اینا میخنده ماما. خوش میام میگه ایجو جو. آره اوجی میگه. عمو سلام. من سلام، کجایی؟ من خونم عمو دارم. ای جون. من خونم دارم آروم آروم حاضر میشم برم خونه مادرم. باریکلا. آقای محترم دور همین نگیرید آقا. نه تولد من امشب برام کیک گرفتن باید برم. ببخشی. ایمان اصلا ما این قیافه نمیتونم بشناسم. مامانم هم میگه وای ای اونه، ای اون نیست که بابا، اون ریشه پشت ای جان. آ قربونه اون ننه نقلی، اما خوبی؟ ماما با شما بی حالت خوبه؟ حال شما خوبه بزنم خوبه، من شما سلام گفتم. حال شما دورت بگردم مامان جون. سلام. الهی همیشه سایت بالا سر ماها باشه. دست در نکنه که گل برای ما فرستادی. ببین تا کجا یادشه. آه جون یادشه. ای دورت رو بگردم من. دست در نکنه. انشالله خیر ببینی با همیشه با عزیز. دست دارم. میگفتم که بهش میگفتم که مامان اینا آقای چیز فرستادن. ای خدا. آقای سربالای سرفاین. آقای سربالا. سربالا چی اسما میزنن خدایا، این چی دور زمانیه؟ آقای سرپایین سربالا من نمیدونم واسه یه بالای فیلم تو دیدم مامان جون، فیلم تو دیدم دیگه. من فیلم تو نشیدم بهش. آقای سرپایین سربالا من نمیدونم، فیلم تو دیدم ازنونم. اما کلی دلم براتون تنگه. تولدت مبارک. ایشالله چند ساله میشی؟ چند ساله میشی ایمان؟ اما نه قربونت، من یه ذره پیر شدم، 38 ساله میشم عزیزم. ایمان یه درخواست دارم، انجام میدی قربونت برم جونم؟ آره اما نوکرت هم هستم. من مثل همون چیزی که کمی صحبت کنید، بدونن که ایمان عزیز ما بدون گیری من میگم هنرمندی که همون تیپو بدید جنش چش چی بگم بهتون؟ بگم یک از دیالوگای خودش که میگفتی صحبت کنید. امو داریوش من شما رو خیلی دوست دارم. انن نقلی خوشم میاد، خیلی خیلی خوشم میاد. آخه تو ایجو اوجو میکنی؟ اگه ایجو اوجو نکن بمیسی. ببین این خیلی دوست داره تو وقتی میگی ایجو اوجو هم خنده رو دور میشه. به خدا به قربون ایجو اوجو برم من. خدا حفظت کنه، برو خونه پیش قربونت برم. مادر خیلی خوبی داره. من مادرشون رو سر صحنه زیارت کردم. خواهر دوره تو بود. خانواده خیلی خوبی داره. مامان برای من دعا سلام برسون. انشالله عید شما مبارک باشه. انشالله. قربونت برم. عید یلدا من. شب یلدا. شب یلدا. مبارکت باشه بزرگ. هر حاجی میخواد قربان بود. جدم برم که اون حاجی دیگه میخواد. انشالله از جدم بگیر. انشالله. الهی دورت بگردم با این دعا کردنت مامان جون. ننه نقلی مهربون، اما اجازه مرخصی به من میدی قربونت؟ دوست دارم به کارت برس. به مامان خیلی عاشقتم، فدای تو بشم، زود میبینمت. یا علی مادر قربونت برم. ننه نقلی چش قربونت برم. خدا خب چقدر مامان دیدی چیتو آقای سربالا دیدی هیچیونم. خب بریم سراغ نفر بعدی. بگو ببخشید. خب ماما خانم الان شما مجری تلویزیون هستین، خب بگو بچه یه برنامه کودک ببینید. مثلا برنامه کودک نبینید؟ کودک نه، کودک. برنامه کودک چیه؟ کودک نمیدونم. خب داشتیم در خب برش کنار برش کن مامان. به من بگو که چی میخنده ولی کنید با پرستارش کیف میکنه دیگه. به من تیکه میندازه میخنده، پرستارش هم اونجا داره میخنده. به من بدبخت اینجا چی داره میکشن. خب مریم خانم تدعیان درود بر شما. عمو من و خواهرامو بیارید بالا. آخه اونایی که یه بار اومدن بالا دوباره بیان بالا کسای دیگه دلشون نمیشکنه، میگن اینا چقدر اینا پارتی بازی. من که پارتی بازی البته نمیکنم خدا وکیلی. من چون حقیقتش دوست دارم همه تون بیاد بالا. ببینم این عزیزی که چش اونم میرم بالا ببینم این کیه. ای خدا، ای خدای عزیزم قربونتون برم ببینم کیه. یک نفر بیاد بالا از این بچه‌ها. محمد جان صبر کن ببینم به چه صورته. چش به سر قشنگه. چش دکتر توکلی، احمد توکلی. ببینم که ایشون آقای دکتر هستم.
یه آقای دکتری هستم من نمیدونم حقیقت توی فالو توی به اصطلاح کسی که اومدن اینجا ایشون محبت داشتن اومدن در لایو ما. شب یلدا هست مامان جان، اسم شب یلدا، شب یلدا شب عید نیست، شب عید حالا سه ماه چهار ماه مونده فعلا، ولی الان شب یلدا طولانی ترین شب سال هست امشب. بله امشب شب یلدا، هر دعایی میخوای بکنی هر حاجتی خیلی خوبه. شب شب عزیز خوب ما باید دعا کنیم ان شاء الله. حضرت فاطمه میزان سلام علیکم. آقای دکتر سلام علیکم، مخلصی مالت خوبه؟ سلام علیکم فرزی، خیلی اتفاقی شد من اومدگی نداشتم. حال شما خوبه؟ بله خوبی آقای دکتر، سلامتین. متشکرم، سلام علیکم. بله صداتون خیلی عالیه، ممنون. من دیدم شما، من یه دفعه اومدم حقیقتش بین این دوستان عزیز یه رندومی برقرار کردیم، گفتیم یه نفر انتخاب کنیم و در هر صورت این اتفاق افتاد. امشب به همراه مادر تو لایو هستم و شما قرعه به نام شما افتاد. خوبی شما، من جسمت میکنم قربون شما، متشکرم. من یکم سنم از دیگه لایو های همون پورنگ بکنم بازشته. خب اشکال نداره، ما 90 سالی اینها نگاه میکنه برای من پورنگ که دم دست که بهترین سنم. نه بسرم من 15 سالیم. بله ماشاءالله ماشاءالله، دلتون که ماشاءالله 15 ساله است. خدا حفظت کنه. خدا آی دکتر، من میتونم بپرسم شما چیه؟ چون توی پروفایلتون نوشین دکتر، معذرت میخوام. شما من دانشجو دکترای مکانیک هستم آقای عموپورنگ. درود بر شما. متأهل یا مجردین استاد؟ من مجردم. مجرد. درود بر شما. شما دعا کنید زودتر از من بره خونه بخت. اینقدر به من گیر میدی به این گیر بده. بله. ان شاء الله شما بری خونه بخت. سلامت باشی. آقا برنامه ما رو نگاه میکنی؟ برنامه من اون موقع که دیگه کم کوچولوتر بودم همه برنامه‌هاتو نگاه می‌کردم با امیر محمد مخصوصا. ولی دیگه الان بچه محل برنامه داریم دیگه. نه دیگه ما هر روز برنامه داریم دیگه. آقا دعای نقمی کاری نکن، دعا کنم سیویلات بریزه. ما الان هر روز برنامه داشتیم تا الان، هر شب نشی میده ساعت 7 غروب. آقای استاد مکانیک، دکترای مکانیک، ولی لایواتون همه رو انصافا هستم، لایوایی که با مادر محترمتون میذاریم همه رو شرکت میکنم. شما خیلی عزیز دالا، خدا مادرتون حفظ کنه، ایشالله خدا خودتون حفظ کنه که انقدر خوبین، انقدر دل همه مردم رو شاد میکنه، مخصوصا توی این شبا توی این وضعیت اجتماعی. خیلی لطف میکنه، برمون ششمات برم، ما دوستت داریم. خدا عمر بازت بده، مراقب خودت باش، ایشالله میبینم. بروی چشم، خیلی مخلصیم، برمون شما مادر جان. خدا حافظ. خدا خب اینم از دوست عزیزمون آقای دکتر. مامان امشب میخوای همچی کنار من بمونی جواب به تلفن ها رو بدی دیگه، مگه نه؟ آره دوست داری همچی بشینی با من تلفن جواب بدی، درسته؟ یه خسته شدی میخوای بریم؟ آه مهدی ماهانی، این خیلی تو رو دوست داره، بازیگرمون مهدی سردار آزمون اومدن. من دوتا از آقای سردار آزمون عزیز، بازیکن عزیز سردار آزمون، از فوتبالیست های بسیار دوست داشتنی هستن. اگر بیاد که خیلی خوبه. آقای آزمون فرار نکن، موشی تو گرفتم سردار عزیز. سلام سردار آزمون. سلام، سلام علیکم. چاکرم، ببین با مامانت. سلام مادر جان. سلام گرش با، سلام گر. سلام سلام. سلام مادر جان، خوبی؟ سلامت باشی، شما خوبی؟ قربونتون برم، مرسی، ممنونم، شما خوبین؟ انشالله با همیشه با عزیز، انشالله سلامتی داشته باشه. انشالله سایتون بالا سر آداریوش عزیز باشه، انشالله 120 سال کنار هم شاد باشین. ما ایشون از افتخارات کشور ما هستن، ایشون که از این فوتبالیستای مطرح برجسته. دروغ میگه. قربونتون برم. مادر جان شب یلداتون مبارک. میگه شب یلدات مبارک. شما یلدا شما رو مبارک. گفتم قربونتون برم. سعدت من میدونم که شما خیلی مامانی هستی، من دیدم که خیلی. آره دقیقاً. پدرها رو ول کن، بچسب مادر. آره آفرین، خدا مادرت نگه داره ان شاء الله. و عکساتی که میبینم لذت میبرم، حس خیلی. قربونتون برم. ماها باید قدر مادرها رو بدونیم، قدر پدرامون هم رو بدونیم. الان من هر به هر جا که رسیدم اول پدر مادرم کنار من بودن. میگه همین که مامان رو تو نگه میداره انگار دنیا رو خدا بهت داده. قربون تو. واسه چی میگه مادر جان؟ مادر جان ما خیلی خوشحال میشیم شما رو سر حال میبینیم.
سلامت باشی، خیلی ممنون. اینو از ته دلم واقعا میگم، انشالله که سایت همیشه بالا سر آداریوش باشه. سلامت باشی. ببخشید که مامان بندی خود، خب لهجه شمالیه، یه مقدارم وسط صحبت شما میپره. مشکل نیست، ما خودمونم شمالیم. بله شما گلستان هستین درست؟ بله نزدیکای ما این، مشکل نیست، همسایه ما این آقا. بله بله ما مامان اتفاقا استان گلستان آوردم، ترکمن چای چی میگن ترکمن چای بندر ترکمن رفتیم. بله بعد کردکوی رفتیم، بله. کلاله رفتیم، گنبد رفتیم، خیلی جا گشتیم. یه دوستی داشتیم اینجا آقای ناصری، رفتیم خونه‌ش. بسیار انشالله یه روزی بیاین گنبد مادر جان، ما در خدمتتون هستیم و انشالله که همیشه همینجوری شاد باشین و ما رو خوشحال کنین. قربونت برم، دوستت دارم، یه دونه میدونم مزاحمت نمیشم. مرسی برم. مرسی ممنونم، مرسی مرسی، دمتون گرم. انشالله که اول از همه اونایی که توی لایف هستن و در آینده میبینم میبینن نمیبینن، ازشون میخوام که ماسک رو فراموش نکنم. واقعا این واقعا یه چیز کاملا جدیه و امیدوارم که تن هممون سالم باشه و این کرونا لعنتی ما به زودی شکست بدیم. دمت گرم که شبیه کردی که ماسک بزنن و ماما این ماسک تو بزنی چون نمیزنی. ماما اینجا تست دادیم، تست دادیم، الحمدلله تست دادیم، دست خدای هم خود. بله بله بله، انشالله شما همیشه سالم باشی مادر جان. قربونتون برم، قربونتون برم، مرسی، یه دنیا ممنونم، مرسی که من آوردین بالا، ما لذت داریم میبریم. مرسی، قربونتون برم، مرسی مرسی مادر جان، مرسی مرسی، انشالله که همیشه تن سالم باشه. خدا نگهدار، قربونتون برم، خدا خدا. سردار آزمون رو یه دوست دیگه ما داریم، خیلی گله مامان و خیلی هم شما رو دوست داره. باز دیگه چی نگاه نکن، من اون رو نگاه، آه ماما داره به اونجا نگاه میکنه، اون داره میخوره. لیلا خانم بد نباشه، بد نگذره، اون داره میخوره، ماما رو بد بخواه اونجا نگاه میکنه. به 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 ماما اب نده، الان تو هم میری سراغ خوره. ماما یه دوستی من دارم به نام آقای مهدی ماهانی. ماما نگاه کن ایناش، مهدی ماهانی دیگه آخرین نفره که با شما صحبت میکنه و بعد شما میری و من ادامه صحبتام. امیر معمار عزیزم اومده، امیر معمار کسی که به شما چند تا هدیه داده بودن اومده اینجا نوشته. بله شما همیشه براش دعا میکنی، چند تا هدیه برای شما فرستادن، براش همیشه دعا میکنی. مهدی ماهانی خیلی مامانی، این مامان من همش میگفتی مامانت رو میخوام ببینم بیام خونتون، به خاطر شرایط کرونا نشد. الان از طریق لایف میتونی با مامان من صحبت کنی. مهدی ماهانی هم ورزشکاره، هم بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیونه. الان میاد روی خط زنده لایو ما، اگر آمادگی داشته باشه خیلی خوبه. مهدی ماهانی مامان، آه مهدی ماهانی آمادگی نداره، آخ نشد، اب نداره، اب نداره. ماما اگه خسته ای تو میتونی بری، باشه قول میشی شما بری. خداحافظی کن، همینجا نره دیگه، مردم نگاه میکنه. خداحافظ، 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 خدا با همراه شما، خدا به همراه شما. لدا خانم دست مامانو بگید، متشکرم. شما یه میان برنامه نگاه کنید، دیندلن چیستلن، دیندلن چیستلن نگاه کنید. شب یلدا بر شما مبارک باد. ویژه برنامه های شب یلدا رو خواهش میکنم، مواظب باش ما پاده نشکنی. حالا از اینجا داریم ویژه برنامه شب یلدا رو حتما پیگیری بشید. خب آخه کمر من شکستیم و مامان جان پدر من داره آوردی تو. آخ 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 الهه داد بام میگه کمرم شکست. میگه کمر من شکونی سب طلب داری. خب ببینم چه خبره دیگه. تلویزیون میخوای روشن کنید؟ خب شب یلدا بر همه شما مبارک باشه. امیر حسین دوستت دارم، امیر معمار دوستت دارم، همتون دوست دارم و ندا منصوری دوستتون دارم، متشکرم، خیلی ممنون. شب خیلی خوبی بود. رابه اسکویی، به به رابه اسکویی عزیز، چرا دیر اومدی، چرا دیر اومدی، واس نشو. میتی میتی ماما میتی صبر کن، میتی اخ الهی بمیرم. میتی ماهانی همونجا بشین، من دوربین میارم. میتی ماهانی بازیگر سینما تلویزیون تئاتر اومده بنده خدا میگه قطع شده داریش، من چیز میکنم، من میبرم دوربین. سلام برادر، دور نداری که داداش. سلام برادر، سلام چاکر، من تو اتوبوسم، فقط خواستم ببین اون سری هم تو اتوبوس بودم و این سری هم تو اتوبوسم، میبینی؟ آره آره آره، تو اتوبوسی از تو اتوبوس وقتی مسافرت. نه نه سننده سر کار بودم، دارم برمیگردم تهران، فقط خواستم بی ادبی نشه چون به انقدر مادرت برای من عزیزه و دوستشون دارم، قسمت نشه لحظه که ایشون تو تصویرم ببینمشون.
بیا فقط یه اینا مامان تو اتوبوس بنده خدا سلام اینا سلام قربونه شکل ماهت دارم من عزیز دل به به خیلی ممنون سلام قربونه دارم دستتو میبوسم مامان ببخشی من جایم نور نیست و صدا من بالاتر نمیتونم و دو تا ماسکم زدم نشستم خیلی بیست خودم عزیزم برای تو اتوبوسه برایش دعا کنم فردتون بشم دستتون رو میبوسم ایشالله هر عجدی میخوای بسرم اینجا شب عزیز ایشالله از حضرت فاطمه زهرا بگیریم آمین آمین عزیزم دوستت دارم ایشالله خدمت میرسم داداشی دمت گرم دوستت دارم عشق داداشی فدات شم عزیزم معذبی اصلا بیادبی نشده باشه عشق داداشی دوستت دارم فدا تو بشن دوستت دارم خدا مهدی ماهانی گل دوست هنرمند من بازیگر سینما تئاتر تلویزیون که ظاهرا از سر صحنه میمدن تو اتوبوس بودن و بنده خدا ما معذب میشه آره بنده خدا معذب میشه خدا حفظش کنه انشالله دمتون گرم ای قربون چشمات برم امیر معمار خیلی دوستت دارم امشب چه خبره امشب چه خبره چه خبره چه لایومون امشب ماشاءالله پربار شد خدا بخشم که اومده سنا زرابیان اومده دست شما در نکنه علی سعیدی گل اومده به 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 و کیمیا درود بر شما دیگه یک عزیزی ببینم کی هستش آقا آخرین قسمت پخش شد انشالله دیدید لذت بردین فردا زورم تکرارشه دکتر پور محمد درود بر شما درود بر شما و خب میریم سراغ نفر بعدی نفر بعدی ببینم چه عزیزی دیگه افتخار دارم امشب بتونم باهاش صحبت کنم تو این لایو کوتاهمون یک ساعت شد البته لایو کوتاهم نبوده خیلی دوستتون دارم و خیلی گلید ولی امیدوارم که امشب رو قربون چشماتون برم حال کنید کنار هم دیگه بخندین اونایی که کم جمعشون سه نفر یا دو نفر هستن چهار نفر دیگه بیشتر نشه خواهش می‌کنم چون خیلی سخته خدا نکرده اگر کرونا کسی بگیره الان نمیدونم یک آقای پور محمد نامی فکر میکنم باشه نوروزی فکر کنم از دل اگر انشالله ایشون بیان بالا باشین سلام علیکم سلام علیکم سلام بح سلام علیکم حال شما چطوره خوبی؟ آره؟ آره اسم شما سلام. سلام علیکم آجا حال شما چطوره خوبی؟ مخلصم جان قربان بلا میسته او شمالی هم که هستی درود بر شما درود بر شما خب دختر قشنگم اسم چیه خانمی؟ موجان من خیلی دوستت داره منم خیلی دوستش دارم موجان چند سالته عزیزم؟ 7 سالم ماشاءالله انشالله 70 ساله بشی خانم دکتر بشی عاقبت بخیر بشی کنار آقا و بابای گلت این قسمت برنامه ما تموم شد خب ولی انشالله در آینده اگر خدا به ما عمری بده و بتونیم شرایط مهیا باشه با یه برنامه جدید حتما خدمتتون میرسیم انشالله باشه خیلی من خوشحال کردی تو شمالی بلدی؟ چاکره شما شمالی بلدی؟ آره؟ تهرانی ولی خب ما شمالی هستیم بلده میفهمه صحبت حقیقت؟ حقیقت؟ جان قربان حقیقت بگو جان قربان آتی جان قربان باریکلا دوست دارم به مامان گل سلام برسون حرف پدر مادرتو گوش کن مراقب خودت باش خدا حافظ خدا حافظ قربونه دلم شبت بخیر لطف کردی خوشحال شدم شب شما خدا خدا آدم لذت میبره این پدر مادرای گل و این بچه گل رو میبینه لذت میبره لذت میاره عشق میکنه خدا رضا رو مرتبه شکر آقا این اسامی رو نوشتم من حالا دونه دونه آخه اینا تون تون میان بالا من نمیدونم کدوم عزیزی ماشاءالله اینقدرم اسم زیاده اینقدرم اسم زیاده که آدم ای وای چقدرم اسم داریم ما چقدرم اسم داریم ما خب چطور بود قسمت آخر عشق درار بود نه ما هم عشقمون در اومد صادقانه بگم سلام علیکم سلام سلام وای این دختر خوشگله چیه اسم شما چیه پرندم درستی وای 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 تو خیلی درشتی این چیه تل رو سرت زدی گل در آورده کلت بله وای تو چند سالته دختر قشنگم 7 سالمه شب یلدا مبارک باشه ممنون بابا ماما حالشون خوبه دخترم ممنون سلام میرسونم الان منو میبینی تعجب نمی کنی
خوشحالم. عزیزم ممنونم که بابات همه رو بدیاد میده حقیقت. صدای بابات میاد برای من. آی بابای بر پریده اون پشت داری بهش یاد میدی. برنامه کودک تو نگاه میکنی یا بچت نگاه میکنه؟ همه رو نگاه میکنی. آفری. پس به همه تون من سلام میکنم. انشالله گرده هم که نشستیم بهتون خوش بگذره. ترنم من تو رو خیلی دوست دارم دختر قشنگم. امیدوارم که عاقبت به خیر باشی. خب باشه باشه من بله. آفرین. یه ترنم یه دعا هم تو بکن. این خجالت میشه. یه دعا میکنی یه دعای خوشگل تو بکن با دعای تو خدا بسیار. یه دعا بکن بگو عزیزم یه دعا کن. خدایا همه آرزوهای تو دنیا برآورده بشه انشالله. من میدونی آرزوم چیه؟ من آرزو میکنم که ترنم عروس بشه. خوبه؟ آره؟ بله. انشالله بزرگ شده عروس خانم بشی. باشه؟ دوست دارم. به مامان بابا سلام برسون. خدا حافظ. خدا نگهدار دختر قشنگ. خدا خدا نگهدار. ماشاءالله هزار ماشاءالله. خدا برای پدر مادرش نگهش داره انشالله. چقدر لذت بخش تو این روزها و شبا بخصوص امشب شب یلدا هست. چقدر این بچه گل ما ناز قربون چشمشون برم که یکی از یکی نازتر و معصومتر هستن. خب خب مصطفی مهدوی علی اینا همه ماشاءالله همه میخوام میان بالا. همه هم سیبیل کلفت هم میخوام میان بالا بابا بچه. خب خدمت شما عرض کنم که بچه نکنه. خب شاید بچه دارن سیبیل هاشون تو عکس کلفت ولی شاید بچه داشته باشن. این که جانم مامان جان جان حسین آقا نمیاد دیگه. ما حسین آقا کیه تو گیری تو لایو من به حسین آقا؟ حسین خلیفه نبوده حسین خلیفه تو لایو من. بابا من همتون رو میخوام بیارم بالا ولی چیکار کنم به خدا اسم تون تون میگذره برام برام میزنم نمیاد. من چیکار کنم اینترنت مشکل داره چه خاکی رو سرم بریزه. همه دوست دارم میام بالا قربونتون برم. به باتری گوشیم رحم کنی. آرش پژمان سلام درود بر شما. یلدا مبارک باشه آرش جان. محمد درود بر شما. محمد عزیزم متشکرم. بابا همه دوست دارم بیان. منم به قرآن دوست دارم همتون میاد بالا با هم دیگه صحبت کنیم. ارادتمند شما هستم. نادیا سعادت درود بر شما. خب این که نیامد بالا عمو منو بیار بالا. 50 کیلو سیبیل داره میگه عمو منو بیار بالا. خب من چی بیارم؟ یسنا سما درود بر شما. چاکر شما هستم. خب وقتمون دیگه داره به اتمام میرسه. حقیقتش دیگه منم خسته شدم. شب بسیار خوبی داشته باشین. دوستتون دارم و از لایو امشب من لذت بردم. امیدوارم شما هم لذت برده باشین. همتون رو به خدا میسپارم. شب یلدای خوبی داشته باشین. میخوام اگه خدا قبول کنه بریم یه چیزی بخوریم. دیگه ضعف کردیم. فدای چشماتون بشم. دوستتون دارم. نبید جان دوستت دارم. برای بچه‌ها دوستتون دارم. الهی دادمان متشکرم. سپاسگزارم. همتون رو به خدا میسپارم و مواظب خودتون باشین و ان شاءالله یه روزی بتونم از نزدیک ببینمتون و این لایو سعی میکنم ذخیره کنم. شب بخیر. یلداتون مبارک. یلداتون مبارک.